به گزارش وبسایت خبری خبر آنلاین، آمار طلاق در روستاها و شهرستانهای ایران بیش از گذشته رو به افزایشه. در این خبر آمده که بنا به آمارهای رسمی سازمان ثبت احوال کشور، سالانه نزدیک به 130 هزار طلاق قانونی در کشور ثبت میشه و نظر جامعه شناسان در این مورد اینه که چندین برابر این آمار طلاقهای عاطفی در خانواده هاست که بروز داده نمیشه. نکته قابل توجه در این خبر ذکر طلاق‌های عاطفیه که گرچه به صورت رسمی و قانونی در دفاتری ثبت نمیشه، ولی بنا به تاکید جامعه شناسان در سطح جامعه ایران به طور قطع اتفاق میفته که چه بسا آمار این نوع طلاق‌ها از طلاق‌های رسمی و قانونی چندین هزار برابره. ولی سوال اینجاست که طلاق عاطفی چیه و شکل اون چگونه است؟ کیوان گئولا، روانکاو و مشاور خانواده، در زمینه شکل طلاق عاطفی اینطور توضیح میده. طلاق مراحل مختلفی داره و شکل‌های مختلفی داره. شاید اولین مرحله همون طلاق عاطفی باشه، یعنی که دو نفر از نقطه نظر عاطفی از همدیگه فاصله گرفتن، دور شدن. یک خصوصیاتی داره، مثلا میبینی که دیگه و همدیگه حرفای خیلی صمیمی و عمیق و پر مفهوم دیگه نمیزنن، سرد هستن با همدیگه، فاصله دارن، در این حال که ممکنه توی یه اتاق باشن ولی کن نسبت به همدیگه سردن. یکیشون میبینی ساعتها وقتشو دور از خونه میگذرونه، ایراد میگیره، بی‌حوصله است، بهانه گیره، به هر حال اینا علائمی داره و شرایطی داره که نشون میده که دو نفر از نظر عاطفی از همدیگه دور شدن، فاصله گرفتن. معمولاً در ذکر عوامل رشد سرطانی طلاق در جامعه ایران، دلایلی چون شاخصهای اقتصادی مثل فقر، بیکاری و یا تورم مطرح میشه و یا مسائل فرهنگی و اجتماعی چون استرسهای زندگیهای امروزی، اعتیاد و یا مشکلات رفتاری و جنسیتی در زندگی خانوادگی. ولی در این میون چه عواملی باعث بروز طلاقهای عاطفی در یک خانواده میشه؟ درسته که آدم به خاطر عشق، به خاطر جاذبه یک کسی رو انتخاب میکنه و باهاش ازدواج میکنه بالاخره، ولی اون چیزی که ازدواج رو نگهش میداره دیگه عشق رمانتیک و جاذبه نیست، بلکه این رفاقت، این دوستیه، این که به همدیگه برسن هست. و اگر که زن و شوهر به همدیگه توجه نداشته باشن و نرسن و همدیگه رو به قول معروف مهم ندونند، یه دفعه میبینی که هر کدوم به یک جهتی رفتن و از همدیگه دور شدن. یکی از چیزایی که خیلی باعث دوری عاطفی میشه در افراد اینه که یک طرف از دیگری شروع کنه انتقاد کردن، به جایی که بلد باشه چجوری حرفاشو به نحو مثبت بزنه. نحوه بیان انسان خیلی تاثیر میذاره روی اینکه دیگری چجوری خواهش های آدم رو ببینه و خدای نکرده جنبه انتقاد و جنبه منفی پیدا نکنه. بنابراین انتقاد کردن از هم دیگه خیلی زود میتونه طرف رو دور ببره، چون مثل تیغ و سیخ میمونه دیگه، شروع میکنه دفاع کردن. کسی خودشو بالاتر از دیگری بدونه به خاطر اینکه من مردم، به خاطر اینکه من سرم، به خاطر اینکه من پول در میارم، به خاطر اینکه من خانوادم فلان جوریه، به خاطر اینکه من بهتر میدونم، به خاطر اینکه من از تو بزرگترم، اینا تفاوت‌های ارزشی خیلی میتونه نفس ازدواج رو خفش بکنه و دیگری رو ممکنه جسمن نتونه دور بشه چون جا نداشته باشه، پناهی دیگه نداشته باشه، نمیتونه از نظر مادی زندگیشو بگذرونه، ولی میشه داستانش من در میانه جمع و دلم جای دیگر است. طلاق عاطفی چیزی نیست که یک شبه بین زن و شوهر اتفاق بیفته. طلاق عاطفی هم مثل هر چیز دیگه ای در زندگی زناشویی دارای نشونه ها یا زنگ های خطریه که در طول زمان به صدا در میان که لازمه شنیده بشه. ولی این زنگ خطرها چیه؟ کیوان گئولا از این نوع زنگ خطرها در ایجاد زمینه ای برای بروز طلاق عاطفی صحبت میکنه. علائمی که میتونیم بهش توجه بکنیم
میبینن که هدفهای مشترک با هم دیگه ندارن، کسی به کسی گوش نمیده. یکی دیگه علائمش اینه که خیلی انتقاد زیاد میشه، خیلی سرزنش زیاده، خیلی تو سری زدن به این یکی و به اون یکی زیاده. این علامت سومش میتونه این باشه که دیگه شکایت هم کسی نمیکنه، نه تنها حرف نمیزنه، بلکه کسی نمیاد بگه مثلا از سر کارش شکایت کنه یا اینکه راجع به بچه‌ها چیزی بگه. وقتی میبینی که مطالب مهمه زندگی بقیه میان با آدم میگن، اخبار در حقیقت دست دوم به شخص میرسه. اینم یکی دیگه از علائمش. یکی دیگه از علائمش اینه که دیگه اون شخصی که به خودش میرسید و خودش رو خوشگل میکرد و شیک میپوشید و تمیز بود، نظافت که خیلی مهمه، براش مهم بود که وجهه خوبی داشته باشه، دیگه اینا اصلا براش مهم نیست، انگار نه انگار، یعنی دیگه همون انگار نه انگارشه. و این علامت بی اهمیتی علامت خوبی نیست، نشون میده که طرف خوشحال نیست، درخت داره خوش میشه. اون وقت یه علامت پنجم میتونه این باشه که هر لحظه دنبال بهانه میگرده یه طرف که دور بشه. حتی مثلا ممکنه تلویزیون روشن باشه، بله با هم دیگه تلویزیون رو تماشا میکنن، تلویزیون روشنه برای خودش، هر کدومشون این سرشون توی کامپیوترشونه، سرشون توی کتابشونه، کلمه دوستانه رد و بدل نمیشه. یه علامت دیگه اینکه خیلی جر و بحث زیاد هستش، راجع به یه مطلب دائم مشاجره هست به جایی که مشاوره باشه. و علائم مشاجره اینه که دوتا با هم دیگه که حرف میزنن اخم دارن، اوقاتشون تلخ میشه، به نتیجه نمیرسن، در حالی که اگر مشاوره باشه با هم دیگه همکاری میکنن برای حل مشکل، خوشحالن، میخندن، امید دارن. و اگر اینو زیاد ببینن حتما باید به مشاور و یه روانشناس مراجعه کنن که زودتر به قول معروف جلوشو بگیره. جدا از طلاق‌های عاطفی که معمولاً آمارش در وبسایت‌های خبری ذکر نمی‌شه، طبق آخرین آمار طلاق ایران، کشور ما رتبه چهارم رو در دنیا داراست که رشد طلاق در اون 8% و رشد ازدواج 5.5% بوده که این زنگ خطری برای خانواده هاست.